سلام، در یک دیگر از برنامه های با ما باشید خدمت شما بینندگان عزیز قرار داریم. در این برنامه میخواییم به معارف در دوران کرونا و پسا کرونا بپردازیم که در واقع چه سیاست هایی در دوران کرونا از طرف وزارت معارف کشور و صحت عامه اتخاذ شد و پیامدهای این اتخاذ سیاست ها چگونه بود، چه مشکلاتی بر متعلمین و معلمین رخ داد در این دوران و پسا کرونا که فعلا دروس شروع شده چگونه ادامه تعلیم راه خودش را پیش گرفته. خب دوستای عزیز، خدمت جناب آقای محمد عارف فطری قرار داریم، یکی از مدیران یکی از لیسه‌های خصوصی در شهر کابل و آمدیم تا موضوعی که برتون مطرح ساختم را با اینا در میان بذاریم و نظر ایشان را با خود داشته باشیم. بازم سلام مجدد دارم خدمت شما و تشکر از که وقتا در اختیار ما قرار داریم. میخوایم از اینجا صحبت ها را شروع کنیم آقای فطری، که در واقع در دوران بحرانی کرونا معارف کشور، وزارت معارف چه سیاستی را اتخاذ کرد و در واقع این سیاست جوابگوی نیازهای دانش آموز بود یا خیر؟ آیا در واقع جاگزینی بهتر میتونست داشته باشه یا بهترین سیاست را اتخاذ کرده؟ بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. ما توقع ما از وزارت معارف به عنوان یک وزارت کلیدی و حیاتی برای مردم ما، خصوصاً نسل فردای کشور ما، بسیار زیاد است. ما باورمندی هستیم که رهبری معارف، اگر رهبری بسیار قدرتمند، متخصص، طرا باشه، فکر میکنم تمام مشکلات ها حل میشه، چون عصر کنونی عصر مدیریت است و مهمترین مدیریت آموزشی هست. متاسفانه توقع مکتبدارا و اهل معارف در ایام قرنطینه از برنامه های وزارت راضی نبودن و نظر از اینا لحاظ نشد. اما ما منتظر بودیم که دولت بتونه در این قسمت پشتیبانی های وسیعی را انجام بده. از طریق وزارت مخابرات میتونستن که نت را رایگان بسازن فقط برای تعلیم و تربیت، میتونستن حمایت دیگری داشته باشن از طریق بودجه های کرونا در این وقت اضطرار که سکتورهای خصوصی هم آسیب دیده بود، و میتونستن طرحهای بهتری را برای آموزش دوران قرنطینه برای شاگردها ارائه بکنن. اما او چیزی که تا فعلا ما میبینیم، متاسفانه نتونسته وزارت در این امر موفق باشه. مدیر صاحب، میخواییم روی موضوع یک صحبت های شما رو داشته باشیم که آیا امکانش هست این مقطع زمانی که رخصتی ها بود و دروس آنلاین به گونه‌ای که باید پیش برده نشد، بالاخره یک خلای ایجاد شد، خصوصا بر صنف های 11 و 12 که کنکور رو پیش روی دارن، امکان جبرانش هست در مدت زمان کم؟ بالاخره ما صنف های 12 99 را داریم که 1400 باید برن امتحان کنکور بتن و فرصت زمان خیلی اندک باقی مانده که اینا بخوان درس های صنف 12 خود را تکمیل بسازن. این خلا پرشدنی هست؟ اگر مدیرانی که در رأس وزارت معارف قرار دارن واقعا با مشاورینی که در کنارشان هست، اگر به صورت عمیق و دقیق بینشینن روی مسائل کار بکنن، به نظرم قابل جبران هست. اما متاسفانه به صورت مقطعی و بدون آینده نگری تصمیم میگیره. ببینین مشکل وزارت در چی هست؟ یک وزیر میایه طرح بدیل آنلاین را معرفی میکنه، بعد تلویزیون معارف را به ستلایت وصل میکنه، با تلویزیون ملی قرارداد میبنده، تعداد کثیر از استادها را میخواه، از نیروی انسانی مصرف میشه، امکانات مصرف میشه، بسیار امکانات زیاد را وزارت در این راستا مصرف کرد. چی شد؟ اما وزیر فعلی آمدن گفتن که درس از اول شروع کنیم. چرا این تضاد وجود داره؟ چرا طرح دیگه میشه هیچ، در حالی که این همه هزینه های انسانی و امکاناتی انجام شده، او طرح
ملغا میشه و یک طرح جدید جایگزین میشه که جوابگو نمیتونه باشه. جناب آقای فطری، اگر کوتاه مطرح بسازین، همین موضوع صنفای 12 بالاخره خیلی مهم هست. صنفای پایینتر ممکن امکان جبران در طول سال یکی دو سال امکان وجود داشته باشه، اما صنف 12 که کنکور پیش روی داره امسال، چگونه بررسی میکنین اوزار؟ آیا اینا واقعا میتونن آمادگی داشته باشن بر کنکور؟ یکی از مواردی که تا هنوز پاسخگو نبوده وزارت در خصوص موضوع شاگردای صنفای 12 ما هست. مویره یکی از مشکلات برشان، ده مشکلی که برشان مطرح کردیم در این طرحشان، طرح سرنوشت شاگردای صنفای 12 ما هست و مشکل کنکور است. متاسفانه زمانی که موضوعات مطرح میشه، شما باور بکنین که کسی جوابگو نیست، بعد میگه ما متوجه نبودیم. آیا چرا یک طرح خامی را که مثلا بسیار موارد چه متوجه نیستین شما ایره بیرون میتین و بعد از اینکه مواجه میشین که طرحتان ناکار آمده است، به عوض از اینکه اصلاح شوه، متاسفانه جواب را، پاسخ را برای والدین، برای مکتبدارا، برای سرنوشت شاگردای صنف 12 ما و موضوع کنکورشان نمیتین. و در 1400 اول 1400 امتحان گرفته میشه امتحان کنکور از صنف 12؟ ما که با وزارت صحبت کردیم، گفتن ما در خصوص برنامه ها میخواییم تجدید نظر بکنیم. من فکر میکنم که تا هنوز همه چیز مبهم است، حتی همی وارد شدن به سال تعلیمی 1400 هم مبهم است، بخاطر از اینکه فشار روی وزارت فوق العاده زیاد است و اونا هم دست عدد ازی هستن که از این همه فشار و انتقادی که روی وزارت معارف وجود داره چیگونه خود را برهانن. پس بنابراین ما طرح هم که آماده کردیم، یک کمیته هم روش کار میکنه. امیدوار هستیم که در هفته آینده ما دیدار داشته باشیم با رهبری اتحادیه، با رهبری وزارت، موضوعات سکشان شریک بسازیم و ببینیم که پاسخش برای ما چی است. خیلی ممنون جناب آقای فطری. یک موضوع دیگه که مطرح میشه، خب ما بعض مکاتب خصوصی داریم، مکاتب دولتی داریم. تا جایی که ما در جریان هستیم، مکاتب دولتی معلمینش معاشات خود را دریافت کردند، اما در مکاتب خصوصی، بعضی مکاتبی که بالاخره دروس آنلاین داشتن، معلمین مصروف بودن و در واقع حق و ذمه دریافت میکردن، اما خیلی از مکاتب مشاهده ازی بودیم که دروس آنلاین نداشتن و اگر هم داشتن، تعداد زیادی از معلمین را برکنار کردند و در حالت یک تعلیق اونا را به سر بردن و معاش دریافت نمی کردن و مشکلات اقتصادی زیادی را بر اونا ایجاد کرد. درسته بر متعلمین ما مشکلاتی داشتیم که از درس ها به گونه عقب افتادن، اما در دوران معلمین خیلی زیادی از کار برکنار شدن. سرنوشتون به کجا میرسن؟ تشکر میکنیم، بسیار سوال خوبی را مطرح کردین و لازم میدانم که ایره و این گونه براتون بیان بکنم که ببینین سکتور خصوصی فوق العاده بازوی پرتوان برای معارف بوده و حتی برای دولت. بدون شک در کنار این همه کمک ها، سوال می است که دولت یا وزارت معارف یک مورد را که من از وزیر صاحبم سوال کردم، برای ما بگوین که یک مورد که شما حمایت کرده باشین از سکتور خصوصی، با این همه حمایت هایی که سکتور خصوصی از دولت و وزارت معارف داشته. اما متاسفانه 3 ماه زمستان که یک استاد ما معاش نداره، با امید از این میچینن که مکاتب شروع شد و اول حمل، ولی متاسفانه امسال که شروع نشد، 3 ماه زمستان، 5 ماه ایام قرنطین تا اول سنبله، استاد ما هیچ گونه درآمد نداشت و هیچ کسی هم سوال نکرد که آیا نان خشکم بر دسترخوان شما هست یا نه. ما یقینا با کمبود معلم مواجه بودیم. آیا احتمال میتونه که این ضعف بیشتر عمیق‌تر بشه در چوکات معارف افغانستان که معلمین کم شدن در دوران کرونا و احتمال داره که برنگردن به شغل معلمی چون هیچ حمایتی از اونا صورت نگرفته؟ باور بکنین که ما اگر آینده به این روال باشه، ما فکر میکنم معارف ما یک ضربه جبران ناپذیر را بر پیکر خود میخوره و به پیکر معارف و به پیکر سکتور خصوصی میخوره. سکتور خصوصیه که واقعا فعلا حرف اول را در تدریس برتر میزنه، در درس برتر میزنه و همی که وقت وزارت خودش مکتوب میده که سکتور خصوصی میتونه از صنف اول تا
12 را دایر بکنه، اما مکاتب دولتی فقط 11 را دارد. بیانگری است که توانایی ها، امکانات، رسیدگی ها در سکتور خصوصی بالا هست، ولی با همین مکتوبی که تایید میکنه بزرگیش، برتریش، ولی متاسفانه از معلم حمایت نمیکنه، از خود مکتبدار حمایت نمیکنه. یک مکتبداری که بیش از یک دهه مالیه داده فعلا به کرایه مکتب خود بند است، به معاش گاردای خود بند است، به معاش پرسنل اداری خود بند است، بعد از خدا مردم را داره و متاسفانه با این همه مالیه که به دولت داده نیامد که امسال بخشیده شود و یک کمک یا یک دستگیری انجام شود. دوستان عزیز، بیننده برنامه ادامه داره. ما خواهیم صحبت‌های بعضی از معلمین را با خود داشته باشیم و شاگردهایی که در دوران کرونا به گونه‌ای درسایشان عقب افتاده، می‌خوایم بریم صحبت و نظریه‌های اونا را هم داشته باشیم که با چه انگیزه و امیدی می‌خواین ادامه بدن تحصیل خود را. با ما همراه باشید. دوستان عزیز، خدمت استاد محترم محمد حسین صایبان قرار داریم، استاد در یکی از مکاتب خصوصی شهر کابل، و میخواییم صحبت های اینا رو داشته باشیم در خصوص این که دوران بحران کرونا را چگونه سپری کردن و در واقع از مشکلاتی که بر معلمین در این دوران رخ داده بود را میخواییم از زبان ایشان بشنویم. استاد، ممنون از که وقتان در اختیار ما قرار دادین. میخواییم از زبان شما بشنویم که چگونه سپری کردین دوران کرونا را، با چه مشکلاتی؟ طبعا کرونا یک بحران سراسر جهانی بود که افغانستان هم از این بحران متضرر شد و ضرر بر تمام ابعاد جامعه رسیدن، مخصوصا بر معلمین مکاتب و مخصوصا معلمین مکاتب خصوصی. پس بنابراین همه استادان این که چی کشیدن فقط خودشان میدانند که ما هم جز از اونا بودیم. بنابراین با یک مشکل بسیار کلان مواجه شدیم، قرض کردیم، بالاخره از جای رفتیم و قرض سودا آوردیم. بدون شک مشکلات مالی همه کشیدن. حالا اگر به طور نمونه‌ای صحبت کنیم، یک معلم در هرات گدایی کرد، واقعا برای وزارت معارف ننگ است که یکی از کارمندانشان به مرحله میرسه که گدایی بکنه. ما باور ما به این بود که وقتی ما در مکتب‌های خصوصی درس می‌گوییم با معلمین دولتیش فرق نداره. حتی فکر میکردیم ما حامی و حمایت کننده وزارت معارف، ولی متاسفانه در این شرایط بدی که برای ما پیش آمد، وزارت معارف دولت هیچ توجهی به ما نکرد. من باور بسیار بالا دارم که ارتباطاتی که با دیگه استادا داشتیم در این مدت به می باور رسیدن که کار کردن در وزارت معارف جفا به خودشان است. کار کردن با وزارتی که برای کارمندانشان اهمیت قائل نیستن جفا با آینده و سرنوشتشان است. امروز واقعا به سرنوشت بدی گرفتار شدیم. به عنوان یک نمونه بگویید که برای معلم ما چی کار کردیم. برای یک نمونه، به اندازه اهمیت ندادن به صدای معلمین که ما دریافتیم. وزارت معارف یک وزارت نیست که در پی آفریدن یک فردای بهتر برای شاگردان برای معلمان باشه. تشکر از اینکه وقتتون در اختیار ما قرار دادین. با امید روزی که این مشکلات رفع بشه. تشکر از شما می‌کنیم. می‌خوایم یک صحبت مستقیم داشته باشیم با جناب وزیر معارف کشور و یا مسئولینی که در چارچوبی وزارت کار می‌کنن. این صحبت‌های معلم یک کشور هست، کشوری به نام افغانستان، که کار کردن در چارچوب وزارت معارف را با تصمیم هایی که شما میگیرین یا تصمیم هایی که باید بگیرین و نمیگیرین به حق خود جفا میبینن که در این نهاد کار بکنن و از طرف شما هیچ حمایتی نشن. و این برداشت، این ذهنیت از تصمیم های شما در واقع ایجاد شده. پس لطفاً یک مقدار توجه داشته باشین تصمیم هایی که میگیرین و تصمیم هایی که باید بگیرین و نمیگیرین را یک مقدار تعامل داشته باشه روش. خب دوستان عزیز، بیننده برنامه ادامه داره، ما را همراه باشین. دوست می‌دارم ات ای سایه عمر، دوست می‌دارم ات ای سایه عمر. بازگو
بشتافتی که این همه اگه این چیز آده یافتی خیلی کوتاه می‌خوایم وقتانو بگیریم که موضوعی درسیتون نشیم. استاد می‌خوایم ببینیم که ما یک صحبتی رو با جناب مدیر صاحب داشتیم در خصوص مشکلاتی که در دوران قرنطینه و بحران کرونا وجود داشت. می‌خوایم ببینیم که در واقع معلمین چه مشکلاتی را سپری کردن و از زبان خودشان بشنویم. یکی که شخص خودتان چه مشکلاتی را سپری کردین در این دوران و مسئله دومی که از سایر معلمین تا جایی که ازشان هم صحبت بودین چه دلگفته هایی را شنیده؟ درسته. بسم الله الرحمن الرحیم. همون قسمی که شما در جریان هستین، موضوع کرونا و تأثیر کرونا و مخصوصا موضوع قرنطینه در افغانستان بالای همه موارد تأثیر کردن و تأثیرش قابل لمس بودن و آنچه که شما سوال کردین بالای معلمین چگونه تأثیر کردن و معلمین در شرایط کرونا با چی مشکلاتی روبرو شدن، من به عنوان یک آموزگار، به عنوان یک معلم، تأثیری که بسیار بالای ما قابل لمس بود موضوع اقتصادی بود. اکثر معلمینی که من در ارتباط هستم اونها قرض کردن در طول دوران قرنطینه، بخصوص از دوران از اول زمستان تا آغاز مکاتب خصوصی تقریبا 8 ماه. 8 ماه یک خانواده ای که هیچ بدیل اقتصادی بجز معاش مکتب وجود نداشته باشه، هر کسی ما و شما میتونیم تصور بکنیم که در او خانواده چی گذشته از لحاظ اقتصادی. و اکثر معلمین ما متاسفانه قرضدار شدن و حتی ترک شغل کردن اونا، و یگانه دلیلش هم این هست که مشکلات اقتصادی بالای اونها اونقدر تأثیر کردن، اونقدر اونها را به چالش کشاندن که حتی به این نتیجه رسیدن که معلمی که شغل پیامبری هست و در خدمت یک نسل هست و خود را صرف رشد و شکوفایی جامعه میکنه، از طرف حکومت، از طرف مخصوصا از طرف وزارت معارف هیچ توجهی صورت نمیگیره، یقینا که دل سرد میشه و اینها اکثریت چه ترک شغل کردن. و حتی ما معلم را شاهد بودیم که ماستر ادبیات بود و سر و صدایش در شبکه‌های مجازی هم بلند شد، گندنه سودا میکرد. خب چون دوران قرنطینه در واقع یک دورانی بود که آخرش معلوم نبود و ما انتظار میکشیدیم که بعد از 1 ماه، 2 ماه، چند ماه بالاخره تا کی ادامه پیدا میکنه. خود اینمی که پایان یک کار معلوم نباشه برای آدم یک سری استرس ها، یک سری بی‌برنامگی ها را ایجاد میکنه. و از طرف دیگر ما نمیفهمیدیم که واقعا تا کی ما میتونیم دوام بیاریم در برابر قرنطینه و در برابر مشکلاتی که قرنطینه برای ما ایجاد کرده بود. یعنی در یک حالت سردرگمی کامل به سر می‌بردیم. و چون هیچ منبع درآمدی هم برای ما تعریف نشده بود، قراردادهایی را که ما با مکاتب خصوصی داشتیم، این قراردادها مقطعی بود. یعنی زمانی که ما اینجا کار می‌کردیم، معاش دریافت می‌کردیم و زمانی که مثلا کار نمی‌کردیم، معاش هم نداشتیم. چون معیشت ما وابسته بود به درآمدی که ما داشتیم، به این خاطر نگرانی از اینکه قرنطینه ممکن است خیلی بیشتر دوام پیدا بکنه و ما از نظر معیشتی دچار مشکل شویم بسیار زیاد بود برای ما. و با همکارای دیگه خودم که ما در تماس بودیم این نگرانی را بالعموم داشتند. و خواست همه استادای مکاتب خصوصی از دولت محترم ایست که همون قسمی که ما مثل سایر کسایی که در معارف کار میکنه برای دولت مالیه پرداخت میکنیم، در زمانهایی مثل قرنطینه که سپری شد و تجربه شکر کردیم، اینا ما را حمایت کنند و خواستهای ما را در نظر بگیرند و برش جواب مثبت بگن و اندازه توانایی های خود مشکلات ما را هم تا
در نظر بگیر. دوران کرونا نه تنها برای ما، برای تمام مردم دنیا یک تجربه خیلی تلخ و تجربه غیر منتظره بود. از لحاظ اقتصادی و مالی برای ما خیلی شرایط سخت بود، از دیگر لحاظ هم از لحاظ روحی روانی که واقعا ما را تحت تأثیر قرار داده بود، از هر لحاظ برای ما خیلی دوران سخت و تلخ و در عین حال خیلی برای ما نسبتا تجربه آفرین هم بود. تجارب خیلی زیادی را ما در راستای تعلیم و تربیت و آموزش و پرورش کسب کردیم که انشاءالله بعد از این هم استفاده میکنیم و آمادگی های خود برای پیش آمدن همچون حوادث یا همچون شرایطی ما فعلا بر خود میبینیم. خیلی عالی، خیلی جامع صحبت کردین. ممنون از شما. تشکر. انشاءالله که همیشه موفق و سربلند باشید. تشکر. بله دوستان عزیز، همین رقمی که استاد جویا اشاره فرمودند، دوران کرونا هرچند مشقت ها و سختی های خیلی زیادی را تحمیل کرد برای تمام اقشار جامعه، درس های خوبی را هم داد. میشه با خود ما فکر کنیم، هر کس پیش خود، که چه درس هایی میتونه گرفته باشه از این دوران. دوستان عزیز، خدمت خانم محترم مهدی محسنی قرار داریم و میخوایم از اونها بپرسیم که دوران کرونا را چگونه سپری کردن، این که مکاتب دوباره بازگشایی شد، آمدن درس ها را حضوری دارن دنبال میکنن، چه حس و حال و هوایی دارن، میخوایم از خودشون بپرسیم. مهدی خانم سلام بر شما. دوران کرونا را چگونه سپری کردی؟ کلا در رخصتی و تفریح بودی یا که درس هم خواندی؟ سلام خدمت شما. ما دوران قرنطینه بسیار سخت گذشتانیم چون مکتب ها شروع نشد، ما درس آنلاین میخواندیم و زیاد کل شب به تفریح تیر نکردیم، درس آنلاین هم خواندیم و از اینکه مکتب دوباره شروع شده بسیار خوش هستیم. خیلی عالی. او کیفیتی که درس حضوری داره، درس آنلاین هم میتونه او جبران بکنه این درس حضوری؟ نه خیر، این درس حضوری ما میتونیم هر سوالی که داشته باشیم حضوری از استاد بپرسیم و مشکل ما را به راحتی حل کنیم، اما درس آنلاین به اندازه درس حضوری نمیشه. خب چه حس و حالی داری؟ خوشحال هستی که باز دوباره سنف ها حضوری شده؟ بسیار خوشحال شدم چون پشت مکتب ما دق شدم، پشت هم سنفی هایم استاد هایم، بسیار خوش هستم. خیلی عالی. و در آینده میخوای چه کاره بشی؟ فضانورد. فضانورد، خیلی عالی. انشاءالله که مهدی خانم فضانورد بشن. جناب کارگردان این برنامه هم جناب آقای مروج‌زاده هم از کهکشان های چیزایی سر در میارن، حتما با آقای مروج‌زاده در ارتباط باش، نجوم و این چیزا. میتونم بگویم چرا این رشته رو انتخاب کردم؟ یقینا اتفاقا خوب هست. وقتی من شب میشه طرف آسمان میبینم، هزاران سوال در ذهنم خلق میشه، به همین خاطر میخواییم این سوال های مکلویش به خودم جواب بدم. خب اینترنت برو سرچ بزن، کل جواب ها هست. نه میخواییم خودم کوشش کنم. خیلی عالی، انشالله که موفق بشی و در آیندام جز اولین فضانورد های خانوم افغان باشی. بحران کرونا به گونه ای کاهش پیدا کرد و مکاتب دوباره باز شد، اطفال متعلمین با شور و شوق و شعف فراوان دوباره به مکتب بازگشتند، باز دوباره صدای زنگ مدرسه و خلاصه شروع تعلیم و تحصیل. خوشحال هستیم از اینکه باز دوباره این گلهای تازه شکفته به مکتب بازگشتند و در واقع تعلیم خود را از سر گرفتن، با امید از این که ما دیگر شاهد همچه اپیدمی هایی در جامعه خود نباشیم و در واقع توقع و انتظار داریم از وزارت معارف کشور تا آینده ای اطفال را مد نظر بگیرن و در قسمت تصمیم گیری های خود شدیداً متوجه باشن تا آینده ای اطفال ما در خطر نیفته. ممنون از همراهیتان، تا برنامه بعد، خدا نگهدار.